آقای دکتر میلانی، میخوام یه سوالی ازتون بکنم، اجازه میخوام چون مربوط به اعضای خانوادتون میشه. یکی از اعضای خانوادتون یعنی خانم دکتر میلانی، دکتر فرزانه میلانی، ایشون بعد از سالها مطالعه سرگذشت فروغ رو نوشتن و فکر میکنم به پایان رسیده و در اون چندین نامه از فروغ عرضه شده و عرضه این نامه ها خب نظرات متناقضی دربارش ارائه شده. من میخواستم از شما پرسش کنم، نه درباره خود این اثر، درباره این که در واقع وقتی یک زندگی نامه نوشته میشه، آثاری مثل نامه ها رو تا کجا میتوان به چاپ رساند؟ چون به هر حال یه چیز خصوصیه. بله، ببینید، این یه من همونطور که گفتید بحث اصلا در مورد کتاب خانم دکتر میلانی نمی کنم. اون کتاب در میاد، در اومده و مردم قضاوت خواهند کرد در موردش. این سرصداهایی هم که در این چند روز اخیر شده به خاطر پخش یکی دوتا از نامه هاست، می کنم اکثر این کسانی که اظهار نظر کردن کتاب رو نخوندن. ولی بحثش بحث به گمان من جدی است. یعنی آیا وقتی که زندگی نامه ادبی نوشته میشه و از عنوان کتاب برمیاد، در عنوان کتاب اومده که این زندگی نامه ادبی است، آیا وقتی شما زندگی نامه ادبی مینویسید میشه زندگی خصوصی اون شاعر رو ندیده بگیرید؟ و اگر جواب این است که نه، نمیشه ندیده گرفت، تا کجا میشه وارد اون زندگی شد؟ و اصولا آیا مردگان حق خلوت دارن یا نه؟ عرصه خلوت اونها چقدر هست؟ من فکر میکنم قطعا در مورد کسی مثل فروغ نمیشه زندگی ادبیش رو نوشت بدون اینکه به زندگی شخصیش وارد شد. نمیشه شعرش رو بر اساس زندگی شخصیش خوند، ولی در این حال نمیشه شعرش رو بدون دانستن زندگی شخصیش درک کرد. این در مورد همه شعرها صدق میکنه. شما نمیتونید زندگی شکسپیر رو بدون دانستن زندگی خصوصیش و زندگی زمانش و رابطش با اطرافیانش، رابطش با زنش، رابطش با اون شازدهی که ازش پول میگرفته، رابطش با اون زن دیگری که شاید عاشقش بوده، رابطش شاید با خود این شاهزاده یا رابطه عاطفی داشته، بدون توجه به اینا نمیشه شکسپیر رو فهمید. ولی شکسپیر هم فقط اینا نیست. کتاب ادبی شما نمیتونید بنویسید بگید که فقط نامه هایی رو مثلا چاپ بکن که خواهر شاعر خوشش میاد. خواهر شاعر در این قضیه چیکاره؟ بعد از 50 سال که از این ماجرا گذشته، چه کسی حق اظهار نظر در مورد این قضیه داره؟ اونم به خصوص در مورد شاعری مثل فروغ فرخزاد که بسیاری از جنبه‌های زندگی خودش رو در شعرهاش به صراحت گفته، در مصاحبه‌هاش به صراحت گفته. جهانی هم شده و خیلی هاش هم در اومده و کاملا در اومده. عرض میکنم الان فروغ هم جهانی شده در واقع. کاملا فروغ هم جهانی شده، 60 سال هم از مرگش میگذره. و اینکه حالا مثلا یه دوست فروغ یا خواهر فروغ یا یه کسی دیگه بگی که من حق دارم تعیین بکنم که نامه‌ای که فروغ به گلستان نوشته شما حق میتونید چاپ بکنید یا نه، شما کی این حق رو داده؟ اونم در مورد، میگم، زنی که کاملا میخواست اینها در مورد زندگیش، در مورد زندگی خصوصیش صحبت بکنه. این شاعری است که ولی عجب نامه‌ای آقای دکتر، یکی از نامه‌ها رو من خوندم. بله، خب نامه‌های بیشتر از 30 تا نامه است. بله، 30 تا نامه است. 40 سال فرزانه کار کرده. فرزانه تقریبا 40 سال پیش رساله دکتراش رو، تا اونجا که من میدونم، اولین کسی است که رساله دکترای کامل در مورد فروغ فرخزاد نوشت در دانشگاه UCLA زیر نظر دکتر بنانی که یکی از بهترین مترجمین فروغ فرخزاد هم است. تمام این مدت هم نشسته کار کرده، این نامه ها رو از جاهای مختلف جمع کرده. اینکه بگی شما این نامه ها رو نمیتونی چاپ بکنی،
در مورد شاعری که اولین شعر مهمش اینه که گناه کردم گناهی پرزلزت و کاملا تجربه خودش اونجا واگو داشته. حتی ببینید یه شاعری نویسندهی بعضی از نویسندگان بودن که دلشون نمیخواست مسائل خصوصیشون مثلا مطرح بشه، نامه هاشون رو سوزوندن. تاریخ حتی در مورد اونها هم میگه که شما نمیتونید اونا رو حذف بکنید. ما الان کلی از نامه های مربوط به بعضی از این نویسندگان رو پیدا کردن محققین و دارن در موردشون کار میکنن، در موردشون مطلب مینویسن. میدونید نظر به همین خاطر نمیشه گفت شما میتونید بیوگرافی بنویسید و به خانواده بگید که تعیین بکنه خانواده که چی میگه. یعنی اونایی که این حرفا رو میزنن اصولا فرق ابتدایی بین یک پدیده‌ای که ما بهش در زبان اجنبی میگیم authorized biography و یه بیوگرافی نمیدونن. authorized biography خیلی وجود داره. authorized biography اینه که یه خانواده مثلا یه نویسنده‌ای یا خود سیاستمداری یه نفر رو استخدام میکنن، میگن تو بیا زندگی ما رو بنویس. عنوانش هم اصلا از بیوگرافی زندگی نامه مجاز. ولی با اجازه است. با اجازه است. اون وقت شما میتونید، خانواده میتونه تعیین بکنه که چه چیزایی باشه یا نه. تازه اونجا هم بیوگرافی نویس درست الزاماً دیگه حرف خانواده رو نمیپذیره. یکی از معروفترین بیوگرافی هایی که در مورد رانالد ریگن نوشته شد یه authorized biography بود. یک کسی که پولیتسر بیوگرافی رو گرفته بود آقای ریگان و خانومش استخدام کردن، بهش گفتن تمام چیزها رو بهت میدیم بنویس. اون وقت یه چیزایی رو که اونا نمیخواستن نوشت شکایت کردن. این گفت من نوکر شما که نیستم، من بیوگرافی نویسم. یعنی بعضی از این کسانی که مثلا میگن چرا در مورد رابطه عاشقانش با گلستان نوشتید، من در شعراش در این مورد صحبت کرده. گلستان حق نداره یه نامه‌ای که بهش رسیده فکر کنه که میشه چاپ بشه. چطور همه نامه‌هایی که ضد دیگران هست، همه نامه‌هایی که دوستان روایت مورد نظر فروغ، یعنی یه عده هستن یه روایت مورد نظر داشتن از فروغ، یه روایت مورد نظر داشتن از آقای گلستان و اونا چاپ کردن. اونا چاپ کردن. نامه‌هایی که معید اونهاست چاپ میکنن. ولی به محض اینکه یه نامه میاد که میشکنه این اسطوره رو، واویلا چرا از ما اجازه نگرفت؟ شما کی هستی از شما اجازه بگیرن؟ تنها اجازه، تنها ملاک خواننده است. خواننده میتونه تصمیم بگیره که آیا اون مرز شکسته شده. اونم میگم در مورد شخصیتی مثل فروغ که خیلی زندگی خصوصیش رو و زندگی عاطفیش رو و زندگی شعریش رو در هم میامیخت. مثلا زندگیش یه شعر بود و شعرش یه زندگی بود و اینا در بیوگرافی، در تئوری بیوگرافی بحثای خیلی جالبی درگیر شده در این مورد. ولی یه دی خب خودشون رو متولی فروغ میدونن و فکر میکنن اگه کسی روایتی غیر از روایت متولی بگه یا خلف وعده کرده یا کار بد. آقای دکتر شما به حال نامه های چاپ کردین در کتاباتون، هیچ وقت با مشکل روبرو نشدین؟ ببینید من نامه خصوصی یه نفری رو که اگر بهم یه کسی داده، اون کسی که بهم داده صاحب اون نامه بوده، حق اون نامه با اون شخصه. به علاوه بعد از یه دورانی شخصیت تاریخی، یعنی شخصیت فروغ که هم در تاریخ ایران یک شخصیت عظیمی است، هم تاریخ شخصیت بین‌المللی است، بعد از یه مقطعی دیگه زندگی خصوصی اون کاملا هم خصوصی نیست. یعنی اگر ما الان بفهمیم و از طریق کتاب خانم دکتر میلانی میفهمیم که فروغ گرفتار افسردگی شدید بوده، فروغ سعی به خودکشی کرده، شعر فروغ در با دانستن این یه معنای زیباتری پیدا میکنه، پیچیده تری پیدا میکنه، از عظمت فروغ چیزی کاسته نمیشه. به گمان من چون کتاب خوندم، فرصت با این بخت رو داشتم که خوندم، من فهم کنم کتاب اتفاقا
جایگاه فروغ رو خیلی رفیع‌تر میکنه. میفهمی آدم میخونه کتاب رو، میفهمی که چقدر آدم کنجکاوی بوده، چقدر پیگیر بوده، چقدر فروغ واقعیه. فروغ واقعیه به گمان من. من فروغ، یعنی یه فروغ زنده است که اشعار رو و زندگی ادبیش رو به شکل کاملا متفاوت بررسی میکنه و اسطوره سازی نمیکنه و باورهای پذیرفته شدن هم الزاما نمیپذیره. میگه اینا اسناده، این نامه هاست، این مصاحبه هاست، این شعر، این گفته کسی است که مثلا باهاش در اون زمان دوست بوده. و از ترکیبش به نظر من یه خواننده ایرانی مهمترین ملاک اونا هستن و من امیدوارم هر چه زودتر اونایی که علاقه مند هستن به کتاب بتونن دسترسی پیدا بکنن و به جای هیاهو در مورد اینکه آیا شاهی اسم گلستانه یا اسم شوهرش، یعنی کسی میخوندم نوشته بود که نه خیر، این شعر این نامه به فروغ به گلستان نیست، شاهی اسم شوهر اولشه. و یکی از که کوچکترین اطلاعی در مورد زندگی آقای گلستان داشته باشه میدونه که از وقتی که بچه بوده مادرش به جایی که بهش بگه ابراهیم بهش میگفته شاهی و دوستانش بهش میگن شاهی. یعنی این تصور که این شاهی کسی غیر از گلستانه فقط در ذهن کسی میاد که هیچ شناختی نه از گلستان داره نه به گمان من از فروغ داره. ممنونم آقای دکتر. چند تا ایمیل رسیده، سوالاتی است از شما، اجازه بدیم فعلا یکیشو بخونم. حتما. این نامه رو آقای دارا سورنا نوشتن، نمیدونم از کجاست، از ایران که نیست. نوشتن نمیدونم در پاسخ به کدوم سخن شماست، میگوید آقای میلانی مردم ما درگیر خرافات و مسائل ماورایی هستند و خیلی از مردم ایران اصولا سواد سیاسی و میهنی ندارند، تا دلتون بخواد مدرک دارند ولی اون نوع سواد را خیر، اهل مطالعه نیستند، به همین دلیل هیچ نمیفهمند که چه اتفاقی داره در پیرامون زندگیشون میفته. این قبری که بالا سرش دارن گریه میکنند مرده توش نیست، یا دست کم مرده مورد نظر توش نیست. من با مدرک کارشناسی ارشد و با حقوق ناچیز مثل فقرا زندگی میکنم و گرفتارم. چه توقعاتی شما از مردم دارید؟ باید مردم را با زبان خودشان بیدار کنید قبل از هر کاری، وگرنه بیفایده و عبس است هر کاری. عبس رو با سین نوشتن، ببخشیم باید مستحس نقطه بنویسن. نخیر بفرمی. والا خب من فهم کنم، من خیلی متاسفم که ایشون با میزان تحصیلاتی که دارن حقوقشون ناچیزه. خیلی ها در ایران متاسفانه، شاید یه اکثریتی از مردم، خیلی در سطحی پایین تر از توانشون دارن حقوق میگیرن، به غیر از آقازاده ها و به غیر از کسانی که خودشون رو بستن به آقازاده ها یا به سپاه، بقیه مردم ایران، طبقه متوسط ایران، کارمندای ایران، زنای ایران، کارگران ایران، زارعین ایران، میخونیم از ارقام خود رژیم میخونیم که چقدر اینها در تنگ دستی زندگی میکنن و چقدر فشار روشون هست. ولی من اولا من هرگز باورهای مردم اهانت نمیکنم اینکه بگم خرافات یا نه، ولی وقتی ادبیاتی که از ایران میاد بیرون، منظور از ادبیات فقط رمان ها نیست، منظور نشریاتی است که در ایران چاپ میشه، مقالاتی است که در ایران نوشته میشه، فیلم هایی است که در ایران ساخته میشه، شعر هایی است که گفته میشه، نقاشی هایی است که میشه، همه اینها رو که میذارید کنار هم، درسته یه عده خیلی به وضع موجود معتقدن، یه عده خیلی فکر میکنن کماکان که حتما از جمکران معجزه ای ایجاد خواهد شد،
ولی یه عده عظیمی هم در فکر این هستن که یه ایران بهتری، یه ایران دموکراتری، یه ایرانی که در آن زن و مرد و اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های زبانی همه با هم برابر باشند بسازن. و اون به نظر من این ایران دوم در حال رشده. درسته کتاب کمتر خونده میشه، تیراژ کتاب ها به طور خجالت آوری پایینه، بعضی ها 500 تا، بعضی ها 1000 تا. جمعیت ایران دو برابر دوران شاه شده، حداقل اون زمان 3000 تا تا 5000 تا تیراژ متعارف بود، الان 500 تا تا 1000 تا شده. ولی تعداد کتاب ها اولا زیادتر شده، بعد دسترسی به اینترنت هست. شما تعداد ایرانی هایی که به فیسبوک تماس دارن، به اینستاگرام تماس دارن، با تلگرام تماس ارتباط دارن و جهان رو از اون منظر میبینن، اونها رو که وقتی کنار هم بذارید، اون وقت به نظر من با یه جامعه متفاوتی از این که این دوست عزیزمون ترسیم کردن. به گمان من وقتی من با دانشجوانی که از ایران میان در استنفورد، یا دوستانی که میان خانوادهشون رو اینجا ببینن، پسرشون رو ببینن، دخترشون رو ببینن، گاهی میان دفتر من لطف میکنن، میشینیم صحبت میکنیم، اینها رو که میبینم تصور من با تصور این دوست عزیزم یک کمی متفاوته. خیلی ممنون آقای دکتر. یک خبری است که چند روزی است، البته چون از صدای آمریکا وسیعا پخش شده، همه جا در ایران و در خارج از ایران صحبتش است، و اون تجاوز یک قاری قرآن ویژه است، یعنی قاری قرآن بیت رهبری است به نام محمد گندم نژاد طوسی، تجاوز به نوجوانانی که قاری قرآن میخواستن بشن. این برای بچه ها سرانجام به این نتیجه میرسن که باید شکایت کنن. شاکیانی که پس از 5 سال تلاش و شکایت به بیت رهبری و قوه قضاییه راه به جایی نبردند. و نمیدونم شما اون گزارش مهدی فلاحتی رو از صدای آمریکا اگر شنیده باشین، او میگه در پایان پرونده رو یکی از این بازپرس‌ها گرفت، گذاشت توی کشوش، درش هم بست، گفت دیگه صحبت چه نکنی. ظاهرا از بیت رهبری بهش دستور داده بودن. بله. گفته بودن که من خود گزارشو متاسفانه ندیدم، ولی خوندم، وصفشو خوندم و تکذیب غیر قابل خیلی باور اون قاری رو هم خوندم. اتفاقا دادم اگه دقیق تکذیبشو بخونه، به نوعی درش تایید هست، یعنی خیلی تکذیب گناهکارانه است. ببینید، من فکر میکنم هر وقت شما در یک ساختار قدرت غیر قابل کنترل مرد یا زن رو میذارید با بچه های بیگناه، به خصوص مردا رو، احتمال این نوع خطرها هست. متاسفانه کلیسای کاتولیک این مسئله داره، بعضی از خاخام های یهودی مسئله رو داشتن، یعنی مختص ایران نیست. چیزی که ایران رو زشت میکنه این پنهانکاریشه، اینی که این شخص میتونه بیاد این تکذیب رو بکنه و دادستان به قول شما بگیره بذاره اونجا. از این کارها در ایرلند هم شده، در آمریکا هم شده، در ایتالیا هم شده، ولی از طریق قانونی بهش برخورد کردن و اون شخص خاطی رو زندان کردن و به اون دانش آموزانی که آمدن، اون جوانهایی که آمدن، این فرصت رو دادن که بیان تعقیب بکنن. میدونید اگر این اتفاق در آمریکا افتاده بود، کمان که در آمریکا شبیه این اتفاق افتاد، راهی که انتخاب کردن اینه که پدر کلیسا رو در آوردن. بعضی کلیساهای محلی کاتولیک به آستانه برشکستگی رسیدن، برای اینکه هر کدوم از این بچه ها تونستن دارن یک شخص خاطی رو تعقیب کنن، کشیش رو تعقیب بکنن و زندانش بکنن، گاهی تلافی مالی ازش بگیرن، پول بیمارستان ازش بگیرن، پول روانشناس ازش بگیرن. کلیسای کاتولیک به یه روایتی 2-3 میلیارد
پول خرج این کار کرده. اینجا سیستم استبدادیه، نه کسی جرأت داره بیاد بگه خب مسئول این کار کیه، کی این بچه ها رو در اختیار این فرد گذاشته، آیا قبل از این بوده که یکی از بچه ها شکایت کرده باشه و اینها پنهان کرده باشن. ما اینو میدونیم، در آمریکا هم شده، ولی در آمریکا کسانی که این کار کردن تون پس دادن. تو ایران گرفتاری این نیست که این اتفاقات فقط در ایران میفته، گرفتاری اینی که در ایران میفته و هیچ کسی تون پس نمیده و دورتونیمشون هم باقیه و فوش هم میدن. حالا هفته دیگه هم فوش میدن با برنامه آقای مهری که با ضد انقلاب همکاری کردید و این شایعات رو چیز کردید. بیارید اینا رو در یه دادگاه، بیارید هم ایشون رو، ایشون حق دفاع باید از خودش داشته باشه، نه در درگاه الهی اونجوری که میگه. نه خیر، درگاه الهی نیست. شما اگر این بچه ها درست میگن، این بچه ها دین دارید، به خانواده این بچه ها دین دارید، تنها جاش هم دادگاه عدل الهی نیست، یه دادگاه است با جوری، با یه هیئت منصفه، با یه قاضی، نه قاضی صلواتی که با صلوات دستور میگیره و حکم میده، یه قاضی درست حسابی. بیاد اینا رو شفاف بررسی بکنید. اگر اونایی که اتهام زدن بیگناهن، باید مجازات بشن. اگر شما گناهکارید، هم شما و همون کسانی که دست شما رو باز گذاشتن که چنین بچه های زیر دستتون باشه و اگر شکایت قبلی شده به شکایتشون رسیده نکردید، اونها هم بایستی تو اون پس بدن. یعنی فاجعه است واقعا. دکتر، ایشون همین آقای سعید طوسی قاری قرآن اخیراً گفتن که این عده، این بچه ها، این شایع سازان، اینها برای حتاکی بخواد به رهبر نمیتونن به او حتاکی کنن، منو وسیله قرار دادن. اینم گفته است، در حالی که قبلا خودش نامه هایی نوشته به عنوان توبه نامه و اینا رو بچه ها بردن به دادگاه ها. بله. و بالاخره یه بازپرسی جرأت کرده به مقام بالا نوشته که درباره جرائم این شخص به اصطلاح حکمتون رو بدهید، و بعدن باز بر اثر فشار از بالا همین بازپرس هم نظرش عوض کرده. بله، میگم اگر یه دادگاه درست حسابی باشه، همه اینا از طریق دادگاه و در یه جایی که به قول پدرم بگو یه چیزی محکمه پسندی باشه میشه چیز کرد. الان اینا با زور و با تهدید و با داغ و درفش پرونده رو پنهان میکنن، چه بسا که برن سراغ اون بچه ها، خانواده بچه ها رو تحت فشار قرار بدن. اگر از سلوک اینها در بقیه پرونده ها آدم بخواد قضاوت بکنه، گام بعدی اینه که بره خانواده هاشون رو تهدید بکنن، پدر مادرها رو بازداشت بکنن، مجبورشون کنن بیان تلویزیون بگن که آقای فلاحتی ما رو گول زد، ضد انقلاب ما رو گول زد، امپریالیسم به ما پول داد، این شخص صالح و و به همین خاطره که اون وقت شایعات بیشتر میشه، این شبهه ایجاد میشه که چند تا دیگه از اینها ممکنه وجود داشته باشه و سعی کردن پنهانش بکنن. تنها راه مقابله با این رو کردن پرونده است و آوردنش توی دادگاه و محاکمه اونهایی که اون دستور رو دادن که اینا رو چیز کنید. یک کاردینال آمریکا، یک کاردینال که دیگه بعد از پاپ بالاترین آدم کلیسای کاتولیکه، کارش رو از دست داد، بازنشستش کردن، برای اینکه معلوم شد که وقتی بهش گفته بودن زیر دستیاش که بعضی از این کشیشا این کار هستن، دقیقا گفته بود پرونده رو فعلا چیز کنید، یا اون کشیش رو از اون محله در آورده بودن و فرستاده بودن یه محله دیگه که اونجا هم بچه ها همون کار کرده بود که اینجا کرده بود. و این کسافت کاری هاست که در اینجا از طریق قانون باش برخورد میشه و کلیسا میتونه برگرده. الان شما نگاه کنید، پاپ جدید اومده، تعداد کسانی که به کلیسای کاتولیک میرن از هر زمان دیگه در 20 سال اخیر بیشتر بوده. وقتی اون کثافت کاریا بود، تعداد کسانی که به کلیسای کاتولیک میرفتن به طور جدی سقوط کرده بود، درآمدشون کم شده بود، بعضی از زمین‌هاشون مجبور شدن بفروشن برای اینکه پول این وکیل بدن، پول این دادگاه‌هایی که
موظف شدن جریمه بدن. تو ایران هیچ کدوم از اینا نمیشه، هی بدتر میشه. حالا این شخصم حالا اومده طلب مغفرت از دادگاه الهی کرده، چه بسا که بفرستنش یه جای دیگه، یه سری بچه های دیگه زیر دستش باشن و همین بلا رو بر سر اونها بیاره. آقای دکتر، این آقای فلاحتی کاری که کرده و البته یک سوژه خیلی مهمی به دست آورده برای زیر سوال بردن رژیم، ولی اصولا به عنوان برنامه سازی یک کاری بسیار جالبی کرده. تا نبینین یعنی من قادر نیستم که توضیح بدم. بله، نه آقای فلاحتی به نظر من در نوع کاری که میکنه واقعا بسیار بسیار زیرک و جد و حرفه‌ای است. یعنی من در چندین برنامه دیگر هم که ازش دیدم واقعا فکر کردم که در نوع خودش، یعنی اون چیزی که به اصطلاح شبیه به در انگلیسی بهش میگن investigative journalism، روزنامه نگاری محققانه، کنکاش کردن روزنامه نگارانه، واقعا آدم بسیار بسیار زبده‌ایه، آدم بسیار حرفه‌ایه و به لحاظ حرفه‌ای بودنش من اینو به قطع میدونم اطلاعات بسیار زیادی از داخل ایران براش میاد که از اونها اون وقت استفاده خیلی موثر میکنه. و یعنی بعد در کنار برنامه افق که حالا به لحاظ سوء مدیریت وایس آف امریکا اون برنامه رو خراب کردن، برنامه آقای فلاحتی موفق ترین برنامه صدای آمریکا است. این دوتا همیشه جزو دوتا بهترین برنامه وایس آف امریکا بودن و هنوز هم هستن و دستشون درد نکنه. آیا چون این مواقع آقای رهبر صحبت از دشمن میکنن، دشمن این کار رو کرده، حالا فیروز هم گفته که ادهی تا کلمه دشمن از زبان من تکرار میشود ناراحت میشن، اما این تکرار و هشدار همچون تکرار کلمه شیطان در قرآن مجید است. خودشو برد ببینین کجا، با هدف ایجاد هوشیاری دائم انجام می شود و در واقع شناخت توطئه است نه توهم توطئه. این رو باید به آقای پزشکستان بگن. بله، ببینید توهم توطئه در ذهن یکی عین بیماری توطئه در یکی دیگر است و عین حقیقت مطلق در یکی دیگر است. ببینید الان نماینده ایشون در کیهان الان 15 سال دائم از توطئه عربستان پول دادنش به آقای خاتمی صحبت میکنه، از سوروس و پول دادنش به خاتمی صحبت میکنه، از توطئه ریچارد رورتی در ایران صحبت میکنه. یک کلمه، یک سطر سند برای این خزعبلاتی که میگه نداره. اون توهم توطئه است و همه این حرفا رو دائم اونجا تکرار میکنه. وقتی که دلیلی که حداقل من وقتی ایشون از دشمن صحبت میکنن همینطوری که گفتن لرزه به تنم میفته، اینه که ببینم این یک مفهوم غیر تاریخیه که هر وقتم که لازم شده درست با همین دشمن یا ساختن یا زیر و جلکی مبارزه کردن، یا وقتی که پشتشون به دیوار بوده امتیازهایی به اون دشمن دادن و بعد کاسه کوزه رو سر بقیه شکوندن، در حالی که کاسه کوزه متوجه شماست که این خط قرمز کاذب رو درست کردید. وقتی که در مورد جنگ ایران با عراق، در مورد گروگانگیری، در مورد برنامه اتمی، این قرارداد اتمی که شما با دشمن به اصطلاح امضا کردید، به لحاظ درایت آقای ظریف، به لحاظ نقشی که آقای روحانی بازی کرد به عنوان یک آدم مصلحت‌گرا، ایران را از یک بحران اقتصادی عمیق نجات داد. اون بحران رو شما ایجاد کردید با اون خط قرمزایی که درست کردید. و وقتی که خط قرمزا به بن‌بست خورد، وقتی که رئیس جمهور منتخب شما، رئیس جمهور محبوب شما و 75% ارزش پول ایران رو از بین برد،
وقتی که باعث شد این تحریم ها که عنوان کاغذ مسترا ازش یاد میکرد کمر مردم ایران رو خورد بکنه، شما اون وقت ناچار شدید که این قرارداد رو ببندید، قراردادی که اگر خط قرمز کاذبتون نبود 7 سال قبل جلیلی به راحتی میتونست از این بهتر قرارداد امضا کنه، پیشنهاد رو میز بود. اینجور صحبت در مورد دشمنه که توهم توطئه نامیده میشه و توهم توطئه خطرناک، یعنی حتما آمریکا با ایران مسائلی داره، ولی روسیه مگه کم از ایران سوء استفاده کرده و میکنه؟ چین مگه کم از ایران سوء استفاده کرده و میکنه؟ هند مگه کم از ایران سوء استفاده کرده و میکنه؟ بر چه اساسی شما روسیه رو، روسیه‌ای که تنها از این کشورها، تنها کشوری است که بخش مهمی از ایران رو رسما تصرف کرده، انگلستان بالفعل تصرف کرده بود، روسیه بالقوه تصرف کرد، آمد نیروشو برد، تنها نیرویی است که به طور جدی در صدد تجزیه ایران بوده، اونو تصمیم میگیره دوست، آمریکا رو تصمیم میگیره دشمنه، بعد در آستانه انقلاب باش مذاکره میکنید برای انتقال قدرت، در عراق باش مذاکره میکنید، در خرید اسلحه براش مذاکره میکنید، در گروگانگیری وقتی باش مذاکره میکنید که دوباره پشتتون به دیواره و بدترین قرارداد ممکن رو در اون زمان امضا میکنید، قراردادی که امضا میکنید که هنوز ایران داره تومش رو پس میده، یه روزی یه نفری بالاخره خواهد رفت به لاهه و جمع غرامت هایی که مجبور شد ایران به پردازه به شرکت های آمریکایی، به شهروند های آمریکایی، یک شهروند ایرانی نمیتونه آمریکا رو تعقیب بکنه، هر شهروند آمریکایی که در ایران معلمی میکرده تمام حقوق بازنشستگیش هم از اینجا از ایران گرفته، برای اینکه میگه منو بی حق بیرون کردید، هر کسی که کوچکترین نسبتی به آمریکایی داشته، یه بچه آمریکایی داشته، خونه‌هاش رو شما مصادره کردید، شرکت شما مصادره کردید، اومدن از ایران میلیون ها میلیون پول گرفتن، یه روزی جمع اینها معلوم خواهد شد و اون وقت مسئولیت این نوع صحبت به گمان من شعاری، صحبت شعاری که به محض اینکه اوضاع خراب میشه یه انعطاف قهرمانانه نشون میدی، یه قرارداد اینجوری که طرفداران خودتون، یعنی مهمترین طرفداران خود آقای خامنه ای این قرارداد رو که مستقیم ایشون آغازش کردن و من خوشحالم که شد، برای اینکه ایران در آستانه سقوط اقتصادی بود، طرفداران خود شما میگن از ترکمنچای بدتره، مسئولیت این که این ترکمنچای رو، تازه اون ترکمنچایی هم که به درایت ظریف و روحانی چاپ شد، امضا شد، وگرنه چه بسا که هنوزم در گرفتاری اون بحران‌های اقتصادی بود. آقای دکتر میرانی چند دقیقه وقت داریم؟ یه 8 دقیقه به نظرم. میخواستم ازتون تقاضا کنم درباره آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری در امریکا صحبت بفرمایید. نظرتون چیه؟ والا اولا به نظر من، فقط نظر من نیست، تقریبا به غیر از معدودی طرفداران خود آقای ترامپ، اکثریت جمهوری خواها و تا اونجایی که من میدونم هر دموکراتی که اظهار نظر کرده گفته که یکی از تیره ترین لحظات تاریخ آمریکاست. اینکه یک کاندید حزب عمده از پیش بیاد بگه که من مطمئن نیستم نتیجه انتخابات رو خواهم پذیرفت و من میخوام شما رو در حالت تعلیق نگه دارم، مثل اینکه این تلویزیون فاکس یا شوی اپرنتیسه، سیاست آمریکاست اینکه من شما رو معوق میخوام بذارم در حالت تعلیق عاطفی نگاه کنم، بی خود کردی. یعنی یه به نظر من یه لحظه بسیار مهم تاریخی بود از لحاظ تلخی مناظره، دوباره به نظر من خیلی خیلی ناپسند بود. کلن من فهم میکنم آقای ترامپ
دوباره نظر فقط من نیست، فکر کنم یه اکثریتی حتی از جمهوری خواها رؤسای کاندیداهای رؤسای جمهور سابق خود آمریکا، بعضی از کاندیداهای همین دور میگن در یک وادی خیلی خطرناک. پدر آقای بوش گفته، من به خانم کلینتون رسما گفته، حرفایی که رامنی در موردش زده، حرفایی که از سناتورایی که علیهش رقابت میکردن علیهش زدن، سناتورای محافظه‌کار، حرفایی که بعضی از محافظه‌کارهای آمریکا در موردش زدن. جورج ویل یکی از مهمترین روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکا است، اصلا گفت من از حزب جمهوری‌خواه استعفا میدم به خاطر اینکه این کاندید منه. دیوید بروکس یه نویسنده محافظه‌کار نیویورک تایمزه، اصلا بخونید بعضی از مقالاتی که در این مورد نوشته، میگه خطرناکترین پدیده ایست که در سیاست آمریکا ظاهر شده. فقط مسئله این نیست که دروغ میگه و راست راست دوربین نگاه میکنه میگه من اینو نگفتم، 30 ثانیه بعد نشونش میدن میگه بازم من نگفتم. یه چیز خیلی غریبی است، ولی اون یه بخشیشه. بخش مهمترش زیرش سوال بردن سلامت انتخابات و این گزار صلح‌آمیز قدرته. من فکر می‌کنم شاید تنها استراتژی که الان داره، من فکر می‌کنم خیلی بعیده که به بلد دیگه، مثلا اینایی که آمار میگیرن، اونایی که شرط بندی میکنن، الان تقریبا 90% احتمال برد خانم کلینتون هست. ولی چرا در این راه ادامه میده؟ چرا این فحاشی ها رو میکنه؟ این حرف های بی ربط میزنه؟ چیزی که در مورد ایران مثلا میگه 150 میلیارد دلار به اینا پول دادیم، چیزایی که اصلا پایی و اساس چیز نداره. من فهم کنم برنامهش دوباره فکر من نیست که دو نفر دیگه هم در این مورد مقالاتی نوشتن، من خیلی موافق این نظر هستم، که این داره برای ایجاد یک کانال تلویزیونی در واقع الان دیگه فعالیت میکنه. مسئلهش دیگه انتخابات نیست، یعنی حتی او هم که به قول روانکاوای آمریکایی خیلی هاشون یا چندینشون از لحاظ کلینیکی یک آدم خودخواه نارسیسیست است، اون هم قاعدتا میدونه که راه بردش خیلی هموار نیست. ولی با آوردن راجر ایلز و با آوردن دو سه نفر دیگه که تو این گروه های دست راستی تلویزیونی یا سوشال میدیا شبکه های مجازی خیلی موفق بودن، به نظر میاد داره برنامه ریزی میکنه که یه شبکه خیلی گسترده تلویزیونی را بندازه. ترامپ تی وی اسمش هم میگن پیدا کرده، دامادش هم گزارش شده، دامادش که خیلی معتمدشه، با یکی دو بانکدار در دو هفته اخیر مذاکراتی کرده برای اینکه وام لازمه برای این کار رو از اونها بگیره. یعنی به نظر میاد داره در جهت گام بعدیش حرکت میکنه که در آوردن پول فراوان از یه شبکه شبیه به فاکس، ولی از فاکس دست راستی تن. این شایعه هست یا اینکه واقعیت رای دکتر؟ نه، در مورد اینکه یه چنین ملاقاتی صورت گرفته هم نیویورک تایمز نوشته، هم گاردین نوشته، دو سه تا روزنامه نگار دیگه هم نوشتن که بلی اصلا کسانی که آورده دقیقاً به نظر میاد که آدمایی نیستن که تو فعالیت انتخاباتی الزاماً بهش خیلی کمک میکنن تو این مقطع. برای اینکه تو این مقطعی که مثلا راجر ایلز آورد، مقطعی بود که مسئله رابطش با زنا داشت پیچیده میشد دیگه، یعنی اینکه به زنا تعرض میکنه، فقط حرف نمیزنه، تعرض میکنه، اون نوار خیلی شنیعی که ازش در اومد. تو اون چارچوب تو بری راجر ایلز رو بیاری که از ریاست فاکس عزل شد به خاطر اینکه یه خانمی ازش شکایت کرد، گفتین با من رفتار غیر متعارف داشته، از من رابطه جنسی میخواسته، حرفای زشت به من زده. خب اون به تو کمک نمیکنه که رأی زنها در آمریکا جلب بکنی، ولی ادامه میده حرفای تو این دو سه هفته اخیر،
حرفایی که در مورد زنها میزنه، حتی وقتی که تکذیب میکنه با زبان خیلی زشتی تکذیب میکنه. بعدم تکذیبش هم تکذیب کرد. تکذیبش هم تکذیب میکنه. بعد مثلا من هرگز ندیدم که مثلا بین خودش و دخترش و معاون رئیس، کاندید معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد انتخاباتیش در ظرف 24 ساعت هم در مورد سوریه مثلا، هم در مورد اینکه آیا نتیجه انتخابات رو خواهد پذیرفت، حرفای متناقض و گاه متضادی زدن. در مورد در این مورد آخر آقای دکتر، دیشب به نظرم بود در اون شام ال اسمیت که شام خیریه است، گفت که من نتایج انتخابات رو قبول میکنم اگر ببرم. بله اگر خودم ببرم. منم همینطوره. بله خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشید. شب شما بخیر. قربون شما، شب روزتون خوش. همیهنان گرامی، شب و روز شما هم خوش. و با سپاس از سپاس دوباره از آقای بهروز مشکینیار، شب و روزتون خوش.